بررسی و تحلیل بند 3 و 4 از هدف 16 سند 2030 یونسکو. آیا می دانید در بخشی از هدف 16 سند 2030 یونسکو که ایران آن را نپذیرفته است، در خصوص گسترش عدالت و کاهش جریانات غیرقانونی پول و اسلحه در سطح جهان تا سال 2030 سخن گفته شده است؟ در شرایطی از گسترش عدالت در جهان سخن می گوییم که طبق تازه ترین گزارش شرکت مشاوره IHS مارکینگ در سال اخیر بودجه نظامی کشورهای دنیا از جمله ناتو افزایشی بی سابقه داشته است و مخارج نظامی ایران نیز از اسرائیل و کانادا پیشی گرفته است و جزئیات لایحه بودجه هر ساله ایران حاکی از آن است که اعتبارات دفاعی و امنیتی آن افزایش داشته است. در سطح بین‌المللی تنها مکانیزم برای کنترل معاملات تسلیحاتی کشورهای جهان پیمان معاملات تسلیحاتی یا ATT است. این پیمان که بر معاملات سلاح‌های سبک و سنگین در سطح بین‌المللی نظارت دارد و خواهان همکاری، شفافیت و رفتار مسئولانه کشورهای عضو است، صادرات سلاح‌هایی را که از آنها برای نسل‌کشی، جنایات جنگی و یا نقض فاحش حقوق بشر استفاده شود منع کرده و غیرقانونی می داند و می کوشد که از ارسال تسهیلات به گروه های تروریستی جلوگیری کند. پیمان معاملات تسلیحاتی در آوریل سال 2013 در سازمان ملل با 154 رأی موافق، 3 رأی مخالف ایران، سوریه و کره شمالی و 23 رأی ممتنع به تصویب رسید. و جالب است بدانیم که چین و روسیه دو کشور عمده صادرکننده سلاح به آن رأی ممتنع دادند. در حال حاضر در میان 190 کشور موجود، 188 کشور دنیا حداقل دو کنوانسیون اساسی گروه ویژه اقدام مالی FATF و کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پذیرفته و به اجرا گذاشتند. اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ کدام از کنوانسیون‌های آن در فهرست سیاه FATF قرار دارند و تعلل رخ داده در روند تصویب این استانداردها موجب بسته شدن تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور و در نتیجه فعالیت و تجارت خارجی بخش خصوصی را بسیار دشوارتر از گذشته کرده است. و البته در سال 2000 میلادی که کنوانسیون پالرمو که یکی از اهداف آن مقابله با تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات هست نیز توسط ایران امضا شد، اما تا کنون مورد اجرا قرار نگرفته است. با نگاهی به کنوانسیون‌های جهانی جهت برقراری صلح در بین کشورها و نادیده گرفتن این معاهدات بین‌المللی توسط بعضی از دولت‌ها، چگونه میتوان از عدالت جهانی سخن بگوییم وقتی سرمایه مالی و انسانی صرف قدرت نمایی و افزایش تسلیحات جنگی میشود؟ به نظر شما اگر این سرمایه کلان صرف آموزش و پرورش کودکان که آینده این کره خاکی به آنان بستگی دارد شود، مفیدتر نخواهد بود؟ کلام آخر این که اگر ما به عنوان یک شهروند آگاه بتوانیم تشخیص دهیم که صرف هزینه‌های گزاف برای جنگ به جای صلح عبث و بیهوده است و بدانیم که اگر سرمایه‌های کشور صرف سازماندهی مشکلات داخلی ایران، رفع نیازهای شهروندان و افزایش کیفیت آموزش و پرورش شود، بسیار مفیدتر است. و در این راه از دولتمندان کشور بخواهیم که در راه دستیابی به صلح جهانی کوشش نمایند، قطعاً میتوان آینده جهان را زیباتر از اکنون تصور کرد.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.